خب همه بالان. خب تا بقیه برگردن به ما ملحق شن یه چند ثانیه فرصت داریم. دوره براتون چجور بوده تا الان؟ دوره چطور بوده؟ خب این که نظر لطف شماست که خوب و عالی می نویسین، اما حجم مطالبم خب زیاده، واقعا هیچ کاریش هم نمیشه کرد. من میتونم مثلا حجم کمتری بگم، طول دوره آنلاین خیلی بیشتر میشه. یعنی اگر بخوایم اینطوری، آره خب به هر حال یه ایرادیه که به این دوره های آنلاین وارد هست. من خودم هم اعتقاد دارم توی چند جلسه باید طرف یه داستان دستش بیاد، یه مهارت حداقلی رو یاد بگیره و از میانگین به بالا رو، و بره خودش شروع کنه بیفته به جون بازار، وگرنه غیر از این هیچ چیزی تو ذهنش رسوب نخواهد کرد. آره فرصت تمرین کمه متاسفانه، هیچ کاریش هم نمیشه کرد. ببین اگه من بیام یه دوره تعریف کنم مثلا به جای 2 هفته بشه 2 ماه، فرسایشیه، شما هم درگیر میکنه، شما هم خسته میشین. مزیت دورهای آنلاین هم اینه که شما اومدی تو کلاس حضور داشتی، ویدیوش هم ضبط شده، منم که در دسترس هستم دیگه، سوالی باشه میپرسین، نکته ای باشه میپرسین، این مشکل در دسترس نبودن رو نداره. و خب کلی مطالب جدید یاد گرفتیم برای تمرین کردن. سوال گفتیم. بسیار آقای صادق خان قیصری، من نتونستم بفهمم منظور شما چیه. اگر چیز رایز هند بزن میکروفونتو فعال کنم سوالتون بپرسین. لطف دارین دوستان. خب اون چیزی که توی ذهن من بود، یا حداقل خودمم جاهای دیگه آموزش دیده بودم، به همین سبک بود که یه حجم مطالبی رو میمدن منتقل میکردن و بعد میمدن خیلی عمیقتر یا خیلی تخصصی تر میمد به چند موضوعش میپرداخت. مثلا تو حوزه ICU شما فقط اون یه جلسه طول کشید ما بگیم ICU چیه، انواعش چیه، بعد خود این داستانه حالا میره تو IEO، تو STO، ICCO، اصلا یه چیز عجیب و غریبی میشه. هر کدوم از اینا یه تخصصه، یه کورس بلند، یه لاین کورس عجیبیه. و خب دیدم توی این مدل های خارجی دارن از این استفاده میکنن، منم سعی کردم شبیه سازی بکنم، مثلا تو حوزه کریپتو، چون قرار نیست ما به همه چی مسلط باشیم، ما یه مقداری باید دانش از بازار داشته باشیم، یه مقدارم فهم اون دی ان ای چی معاملاتی و البابش رو ایشالله توی بازار به دست میاریم. آها آقای جوادی پور، بله سلام عرض میکنم خدمت شما بقیه. میکروفونتون بازه. صدای من بازه؟ سلام سلام سلام. خیلی ممنون. اول که تشکر کنم. بله بله من صدای شما رو فقط خواهشی دارم هدستتون رو بزنید، بازگشت صدا نداشته باشین. اجازه بدید بیارم هدستو، ببخشید. خواهش میکنم. من پس تو این فاصله که شما میخواییم بیاریم آقای قیصری رو بیارمش بالا. آقای قیصری شما این بغل این وبکمه هست اون بالا، رایز هند رو بزنید، درخواستتون رو بفرستید، من فعالش میکنم، مشکلی نداریم. آقای قیصری ای بابا. خب میکروفونتون آقای قیصری فعاله، فقط حتما هدستتون رو بزنید، بازگشت صدا نداشته باشین، بقیه دوستان اذیت میشن. جناب آقای صادق خان، خب حالا بسیدم تا بفعال. خب
آقای جوادی پور اگر نکته من آماده ام اگر صدای منو دارید میکروفون شما فعال کرد. بله خیلی ممنونم. من فقط می‌خواستم بله یه بله بفرمایید. بله بفرمایید. پیشنهاد بدم. به نظر من مطالب دوره خیلی مطالب خوبیه و در انتها همون پکیج طلایی که فرمودین همینو من میخواستم ازتون خواهش کنم که یه بار این مسیر رو به اتفاق با هم بریم که ببینیم در حقیقت وقتی که میخوایم یه ترید انجام بدیم یا یه بازاری رو حالا توی ارز مشخص بررسی کنیم دقیقا فاکتورهایی که تو اون تایم نیازه که به ترتیب اولویت بررسیش کنیم و در نهایت نسبت بهش تصمیم گیری کنیم و اینو با هم ببینیم خیلی خوب میشه. فقط یه چیزی که حالا توی این سالیان سال هممون دیدیم روی هر دوره‌ای اگر یه منتوری هم باشه شاید بتونه کمک بیشتری کنه، یعنی توی بازه زمانی اگر بتونیم کمک‌هایی رو بگیریم که حالا بالاخره این دوره تا یه حدی دیتا رو به ما میده و نیاز به تمرین داریم، اون تمرینه ما شنا هم که میکنیم زیر نظر مربی میگه اینجا یه ذره مثلا باید زانوتو خم میکنی، زیاد خم نکن، مثال دارم عرض میکنم، شاید این بتونه کمک کنه به بازده بیشتر این دوره. البته میدونم با توجه به زمانی که وجود داره و شرایطی که هست شاید یکم سخت باشه این کار انجام دادنش، ولی حالا نمیدونم شاید مثلا نمونه معامله‌ای که انجام میدید مثلا من آقا تو این تایم این کارو کردم حالا شاید به شما کمک کنه با همون روشایی که با هم رفتیم جلو انجام دادیم. فقط جهت پیشنهاد، خیلی توقع زیادی نداریم، نمیشم بگیم که حالا ما تو این تایم اومدیم باید توقع داشته باشیم که حتما راهی که شما چندین و چند سال رفتیم ما سری بخوایم بهش برسیم، نه، ولی خب اگر این باشه خب خیلی میتونه کمک کنه. خیلی ممنونم، متوجه فرمایش شما شدم. عرض شود که خواهش میکنم در خصوص این پکیج طلایی، یعنی حالا اون ترکیب طلایی بگم بهتره که حالا کدوم ها رو ببینیم، یه نمونه گزارش رو باز کردم و خدمتون عرض کردم که انشالله یک تعدادی از اینها رو حتما بهتون میگم که اینا رو تو تحلیلتون داشته باشین. داستان منتوری که شما اشاره داشتین، حالا بخوایم یه خود بازش بکنیم که نظر اینه که با لید یک نفری که یه بار مسیر رو رفته دوستان شروع کنن خرید و فروش کردن، خب این خیلی فکر خوبیه، ولی واقعا من بعد بشینم روش فکر کنم چه سرفصلی میشه براش تعریف کرد. من به یه نوع دیگه به این فکر کرده بودم، این که خب همین الان آقای جوادی پور شما اگر بیان یه دوره که من تو اسفند ماه میخوام برگزار کنم در حوزه 0 تا 100 یه بار دیگه بشینی و گوش کنی میبینی یه سری مطالب عوض شده، یه چیزای اضافه شده. اول از همه این که دانش منم داره اضافه میشه، دو با انواع سوالات و مشکلات برخورد میکنم، پس پرزنتیشن هم آپدیت میکنم، چیزایی که به نظر ازم پرسیدن و تو پرزنتیشن نبوده و ارزش اینو داره که اضافه کنم و اضافه کردم. سه خود بازاره داره حرکت میکنه، قطعا اطلاعات مربوط به یک سال و نیم پیش شاید خیلی دیگه الان به کسی کمکی نکنه به غیر از اطلاعات پایه، بیشتر بحث معامله گری رو دارم و حوزه های سرمایه گذاری رو. لذا یه هم داشتم من به این فکر میکردم که بشه یک ترکیبی از اینا رو برای بیا مثلا دورهای بازآموزی دید، یا مثلا بیام تعریف کنم مثلا من همین تحلیلایی که شما دیدید مجموعی از اینا رو خب مرتب میگیرم میخونم، حالا بعضیشون مشترک هستن بعضیشون رایگان هست که داشتیم با هم نگاه میکردیم، از اینا استفاده بکنم و بیام بگم که بررسی فرضاً پیشبینی بیت کوین یا هر کدوم از این ارزها برای مثلا 2 سال آینده یا 1 سال آینده که مثلا با نظر حالا شرکت‌های سرمایه‌گذاری مشاور سرمایه‌گذاری 1، 2، 3 که مثلا بزرگ بودن و گزارش‌های اونا رو بیایم بررسی کنیم، مدل کارگاهی چیدن این که با یه تاپیک مشخص باشه، بعدم توی اون کلاس همه توی سطحن، یعنی من خیالم راحته که مثلا تو دوره 0 تا 100 که این مسئله خیلی عجیب و غریب بود، دوستانی بودن که اصلا حتی سهمم نخریده بودن تو عمرشون، حالا این دوره باز خیلی دوره بهتریه چون بچه‌ها بیشتر تجربه دارن تو این کار، لذا دنبال این هستم و خب کمک شما دوستانم به من خیلی میتونه مفید برام واقع بشه که بتونم دورمو حرفه‌ای ترش بکنم، هرچی ما بریم جلوتر حق ایرونی ها از این بازار خیلی عقب موندن، ما هم شامل حال اونا هم میشیم، هیچ فرقی هم نمی کنیم، ما ها خیلی از بازار کریپتوکارنسی عقب موندیم، وقتی که این ارزی که الان چند هزار دلاریه و چند ده هزار دلاری یه روزای زیر 100 دلار بوده، زیر 1 دلار بوده و متاسفانه اون موقع ما کجا بودیم آیدونو. من دارم میگم من خودم تو بازار سرمایه داشتم خرید و فروش میکردم، حالا دوستانی که منو از قبل قدیم میشناسن دیگه میتونن گواهی مسئله باشن،
اما وقتی یادم یه فیدبک میزنه برمیگرده عقب، فلش بک میزنه میاد عقب، میبینه که ای وای من چه بلایی سر خودمون آوردیم و حالا از این بازار عقب موندیم. الان من بیشتر فکرم اینه که برم سراغ این دورا، و این دورا واقعا دورای حرفه‌ای هم خواهد بود. یعنی اگر مثلا کسی بخواد، یعنی سرفصل یه جوری نوشته میشه که طرف سرفصل اگر بلد نباشه، با کانسپت بازار آشنا نباشه، بخونه متوجه نمیشه. حتی ترجیح اینه که سرفصل دیگه از اینجا به بعدش انگلیسی بدم تو دورای حرفه‌ای. کمک شما به من خیلی موثر خواهد بود. ممنون میشم که از اینجا به بعد ارتباطتون با من قطع نکنید. رو تلگرام مشکل واتساپ من حل نشده. تلفن من، تلفن رو بنویسم 937 37 47 014 98 937 37 47 014. این تلفن موبایل مربوط به همین حوزه، یعنی خطی که مربوط به بحث ثروتیار و بحث آموزش های من هست. روی این، رو تلگرام، واتساپ گفتم مشکل داره، حالا بعضی موقع میتونم پاسخ بدم تلفنو که در خدمت دوستان هستن. ازتونم یه خواهش دارم، حتما امشب یا فردا شب مراجعه کنید به صفحه ای سمینار، نظرتون رو درباره فاکتورهای این دوره که سوال شده